الو، سلام، چطوری عزیزم؟ خوبی؟ سلام از ماس. خوبی؟ ممنون. چند روز پیدات نبود، نه اسمسی نه چتی. خدای نکرده اتفاقی که نیفتاده. نه، شکر خدا سالم سالم. جونم، کاری داشتی؟ آره، آخه میلاد امام حسن نزدیکه. تعجب کردم چطور متوجه نشدی. نه اتفاقا یادم بود، فقط این چند شبه خوابای پریشون زیاد میبینم، یکم فکرمو مشغول کرده. نه، میخواستم یکی دو روزه بهتون خبر بدم. حالا چه خوابی هست؟ باور کن خودم هم نمیدونم چی به چیه، خیلی به هم ریخته است. ایشالله که خیره. حالا چه کار کنیم به نظرت؟ ببین، من خودم داشتم این چند روزه به تولد امام حسن فکر میکردم، میخواستم بهتون بگم که برید مثل دفعه قبل چند تا کتاب بخونید، اطلاعات پیدا کنید، ولی گفتم این دفعه حتما بچه ها دیگه اینقدر اطلاعاتشون زیاد شده نسبت به همه. این دفعه میخوام بگم که برید چند تا سوال کلیدی که دغدغه ذهنتون رو پیدا کنید تا از آقای قلیان بپرسیم. نظرت چیه؟ پس فقط سوال، اونم سوالای کلیدی. باشه، من این حرفا رو به بچه ها منتقل میکنم، ببینم چی میشه. بله ممنونم. حالا هر وقت خواستید میتونیم به صورت اینترنتی با هم صحبت کنیم. آره، منم با آقای قلیان صحبت میکنم که یه وقت بهمون بده. منتظرم. کار نداری؟ باشه امیر جون، قربونت. یا علی. سلام جناب آقای مهندس، حالتون خوبه؟ سلام، احوال شما خوبین الحمدلله. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم، در خدمت. جناب آقای قلیان، چند روز پیش راجع به یه موضوعی باهاتون صحبت کرده بودم، خواستم ببینم کی وقت دارید یه گفتگویی بذاریم با بچه ها. اگر کوتاه باشه فردا صبح، اگر نه مثلا ساعت حدود 2 بعد از ظهر انشاءالله در خدمتتونم اگر وقت بیشتری بدم. دستتون درد نکنه. نه، هیچ اشکالی نداره، اتفاقا ما وقتمون بیشتره. اختیار داریم. خیلی هم خوشحال شدم به دوستانتون خیلی سلام برسید. ممنونم، بس منتظرتون هستم. سلامت باشید. خدا قربان شما. خداحافظ. بچه فکر کنم که براتون محمد امین همیشه توضیح داره دیگه، نیازی نیست من براتون توضیح بدم. بله امیر جون، محمد امین توضیحات لازم رو گفته و قرار شده فقط سوالات کلیدی، یعنی اینکه سوالاتی که جامع و کامل باشه. بله دیگه، فردا میخوام بریم پیش کارشناس تا به یه جنبندی کلی برسیم، یعنی اون سوالایی که برامون همیشه جای سوال داره رو بپرسیم. یکی از سوالام اینه که همیشه میخواستم بدونم به چه دلیل امام حسن این امام مظلوم صحبت کرد. مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دسته کم 28 تن از شیعیان این شهر شهید و بیش از 70 نفر دیگر مجروح شدند. چی شد پس؟ طبق گزارش منابع امنیتی، حمله کننده انتحاری با دوچرخه وارد محل حادثه شده و مواد منفجره حامل خود را در فاصله 40 متری از این منطقه. بچه شبکه امام حسین دارید شما؟ ماموردم دستتون هست؟ چرا مگه چی شده؟ 9 زن و 4 بزن شبکه امام حسین، خودتون میبینید چیه؟ جوانای مردم، بچهای مردم چجوری میکشن؟ جوان مسیحی متولد روستای سیبنایا از توابع دمشق، در حالی که با افتخار تمام و غیرتمندانه در کنار هموطنان مسلمان سوریه خود برای دفاع از تخریب حرم حضرت سکینه سلام الله علیها با شورشیان سوریه میجنگید، در منطقه داریا به شهادت رسید. ای وهابیت ملعون. آره امیر، منم این خبر رو شنیده بودم. در مورد کشتار شیعه است، اخبارش رو شنیدم. ببین چه جور زن و بچهای بیگناه رو میکشن. آخه چه گناهی کردن اینا؟ دید بچه ها، این از اهل بیت که این همه ظلم و ستم تحمل کردن، اینو از پیروانشون. من نمیدونم اینا با این وحشیگری میخوان چی رو ثابت کنن. صد شرف به حیوان، حیوانا شرف دارن به اینا. حداقل اونا از طبیعتشونه که این کارا رو میکنن، اما اینا چی؟ فقط یادتون باشه بچه ها، فردا که رفتیم پیش آقای قلیان، سوالایی که راجع به امام حسن دارید و میخواییم بپرسیم ازشون بپرسیم. یه سری سوال هم راجع به این وحشیگری هایی که وهابیت داره نسبت به پیروان همه انجام میده بپرسیم. باشه همه جان، فعلا خداحافظ. خداحافظ. پس تا فردا خداحافظ.
در پایان به امید ظهور منتظم شهیدان کربلا با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. سلام بچه ها، خوبید؟ سلام امیر. سلام امیر. سلام امیر، خوبی؟ سلام آقای قلیان. اول از همه میخواستم تشکر کنم از اینکه دوباره وقتتون رو به ما دادید. تو جلسه قبل از صحبتهای شما خیلی استفاده کردیم. سلام امیر جان. سلام بچه ها. خیلی خوشحالم که باز دوباره توفیقی دست داد در خدمت شما هستیم. راستش یواش یواش منم داشت دلم برای شما تنگ میشد. امیر جان با اجازه. جناب آقای قلیان، شاید این سوالی که میخوام بپرسم سوال خیلی از جوانایی مثل من باشه که چرا امام حسن با معاویه صلح کرد و مثل امام حسین نجنگید. یه وقتای از یه سری سایت‌ها و شبکه‌های وهابی شنیدم که میگه اگر صلح کار درستی بود که امام حسن علیه السلام انجام دادن، پس چرا برادرشون امام حسین روش ایشون رو ادامه ندادن و جنگیدن؟ اگر روش امام حسین علیه السلام مورد قبول شیعانه، پس امام حسن علیه السلام صلح کردن، باید مورد انتقاد قرار بگیره. به هر حال نمیشه دوتاشون امام معصوم باشن، دوتا کار مخالف بکنن، هر دو هم صحیح باشه. ما شیعه ها اونا رو به عنوان حجت و امام خدا قبول داریم و به نام مشهور شیعیان الحسن و الحسین امامان قام و قعدا. برای یه بچه شیعه میشه این جواب داد، اما برای یه دشمن وهابی این جواب قانع کننده نیست. لطفا اگه میشه جواب در فضای غیر شیعه بدین. برای من هم جای خوشحالیه که امیر جان و آقا رضا و جاسم میشه گفتش که سوالات مبتلا به جامعه رو رصد کردن و توی این شرایط به خصوص هجومی که چه به هنگام ایام محرم که میشه نسبت به اونچه که به هر حال سایت‌های به قول شما وهابی ها اسمش رو میذارن قیام امام حسین علیه السلام یا نهضت حسینی، و تو ایام ماه صفر که میشه به خصوص آخر ماه صفر یا در ایام ماه مبارک رمضان با بهانه ولادت امام مجتبی یا شهادت امام مجتبی علیه السلام این سوال مطرحه. درست هم میگین و بحث دامنه داری. همونطوری که جاسم گفت تو فضای شیعی شاید بشه گفتش که کار امام چرا نداره، امام فعلش چون از ناحیه خدای متعال امر خدای متعال رو اطاعت میکنه چرا نداره، اما تو فضای غیر شیعی بله نمیشه اینو گفت، باید به گونه دیگه برخورد کرد. من دوست دارم که بچه شیعه های غیرتمندی مثل شما به پاسخهای قرآنی مجهز بشین. امیر جان، اگر یه وقتی این سوال از شما شد با همین ترتیبی که سوال شد خیلی محکم بیستید و به سوال کننده بگید به نظر میرسه که تو با قرآن آشنا نیستی، به نظر میرسه که تو قرآن رو مثل استادهات فقط از رو خواندن قرآن رو بهش توجه کردی، تمام هم مقمد این شده که قرآن رو فقط بخوانی، فارغ از معنیش، فارغ از مفاهیمش و فارغ از اون چه که به عنوان آموزه دینی در قرآن مطرحه. یه داستان براتون میگم که از بی خوب اون قضیه رو جواب بده. مطمئنن شما داستان حضرت خضر و موسی علیه السلام رو شنیدید. موسی علیه السلام از خدا میخواد که اون بنده ویژه‌ش رو که یه سری علوم ویژه نزد او هست به یه گونه ای با موسی علیه السلام آشنا بشه. که چی بشه؟ وقتی که موسی علیه السلام بهش میرسه و درخواست خودش رو به اون بنده برگزیده خدا میگه، اونجا معلومه که دنبال چی میگرده. قال له موسی هل تبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا، آیا اجازه میدی که من نزد تو به تعلیم و تعلم بپردازم که از اون علمایی که باعث رشد من میشه به من بدی؟ خضر قبول میکنه، یه شرط میذاره، میگه به شرطی که هیچ سوالی نپرسی. موسی علیه السلام قبول میکنه، با هم راه میافتن، میان میرسن به یه کشتی. خضر شروع سوار کشتی میشن، خضر شروع میکنه کشتی رو سوراخ کردن. کل ماجرا تو سوره کهف آیات 60 به بعد رو که ببینین همه ماجرا تو قرآنه. بخواهشم اینه از
دوستانم که اگر برخورد کردید، اگر با این سوال برخورد کردید، حتما اینو به رخ بکشید، بگید به نظر میرسه شما قرآن نخوندید، شما با ادبیات قرآن آشنا نیستید، شما فقط مقصودتون اینه که دست به آزار شیعه ببرید، و الا جوابش آشکار تو قرآنه. موسی علیه السلام با خضر سوار کشتی شدن، خضر شروع کرد کشتی رو سوراخ کردن، موسی علیه السلام بهش گفتش که چرا کشتی رو سوراخ میکنی؟ خضر بهش گفت مگه قرار نشه سوال نکنی؟ گفت ببخشید یادم رفته بود. دقیقا صراحت آیه قرآنه، قال لا تؤاخذنی بما نسیتو ولا ترهقنی من امری عسرا، چون یادم رفته بود سخت نگیر، منو ببخش. با هم دیگه راه افتادن، بعد از اون ماجرا رفتن رسیدن به یه بچه نابالغ، یه کودکی که هنوز به سن تکلیف نرسیده، مثلا یه بچه 7 ساله 8 ساله. خضر علیه السلام اون بچه رو به قتل رسوند. موسی گفتش که این بچه که گناهی نداشته، تقصیری نداشته، چرا اینو به قتل رسوندی؟ خضر علیه السلام بهش گفت مگه قرار نشه سوال کنی؟ موسی علیه السلام دوباره یادش افتاد، گفت ببخشید، اگه یه دفعه دیگه سوال کردم دیگه از من جدا شو. رسیدن به یک روستایی، خسته، گرسنه، تشنه، از اهل روستا طعام خواستن، آب، غذا خواستن. اهل روستا بهشون نه آب دادن نه غذا، بلکه تهدیدشون کردن، در بعضی گزارش‌های تاریخی حتی کتکشون هم زدن، از روستا بیرونشون کردن. اومدن در انتهایی ترین دیوارهای مشرفه به روستا، انتهایی ترین خونه های روستا، انتهایی ترین دیوار انتهای روستا، دیدن یه دیواری در حال خراب شدنه. خضر علیه السلام به موسی گفت پاشو با هم خشت و گل درست کنیم، این دیواری که در حال ریختنه رو درستش کنیم، تعمیرش کنیم، ترمیمش کنیم. موسی علیه السلام گفتش که آیا میخوایی این دیوار رو ترمیم کنی که از بابت این ترمیم مزدی بگیری که ما شکممون رو سیر کنیم؟ این نشون میده که خیلی گرسنه‌شون بود، قرار بود سوال نکنی. خب حالا که خودت هم گفتی سری قبل که اگه یه دفعه دیگه سوال کردم دیگه از من جدا شو، اما حالا بذار داستان یا تأویل آن اتفاقاتی که افتاده بود و تو صبر نداشتی برات بگم. اون کشتیه پشت سر ما بعد از ما دزدای دریایی می اومدن، هرچی قایق سالم و کشتی سالم بود همه رو دزدیدن و بردن. این کشتی که سوراخ شده بود تا نصفه هم توش آب گرفته بود، چون سالم نبود، این کشتی مال فقرا هم بود اتفاقا، چند تا خانواده مسکین با همدیگه جمع شده بودن، پولاشون رو همدیگه گذاشته بودن، این کشتی رو خریده بودن و به اجاره داده بودن، از محل مال الاجاره این زندگی خودشون رو اداره میکنن، 30-40 تا خونوار، 40-50 تا خونوار. خدا به من امر کرد که دزدا دارن میرسن، کشتی رو سوراخ کردم تا دزدا اومدن همه کشتی ها رو بردن، همین یه دونه رو نبردن. بعدم صاحبان کشتی اومدن آب رو از کشتی خالی کردن، اون یه سوراخ رو ترمیم کردن، تمام. اون جوونی که به قتل، اون بچه‌ای که به قتل رسیده بود، بچه نابالغ که به قتل رسوندن، این بچه‌ای بود که اگر به سن بلوغ می‌رسید، بزرگ می‌شد، هم خودش رو جهنمی می‌کرد، هم پدر مادرش رو. پدر مادرش مؤمنینی بودن که خدا دوستشون داشت، به همین دلیل به احترام پدر مادر بچه رو به قتل رسوندن، هم از جهنم رفتن بچه، هم از جهنم رفتن پدر مادر جلوگیری شد. خیلی هم جای تعجب نداره، تو روایات شیعه ما یه لحظه فضا رو با هم شیعی کنیم، بچه ها جاسم، رضا، امیر، یه لحظه بیایم تو فضای شیعه خودمون. روایت داریم فرمودن مازال از زبیر منا اهل البیت حتی بلغ فرخه، زبیر از ما اهل بیت بود تا وقتی پسرش بزرگ شد، همین عبدالله ابن زبیر وقتی که بزرگ شد هم خودش رو جهنمی کرد هم باباش رو. به هر حال گفت این بچه اگر بزرگ می شد پدر و مادر خودش رو و خودش رو کافر می کرد. خدا دوست داشت اون پدر مادر مؤمن رو، هم داغ بچه رو به دلشون گذاشت، اجر عظیمی بردن، هم بچه از جهنمی شدن نجات پیدا کرد، هم پدر و مادر. و هم اون دیواری که ترمیمش کردیم، دیوار مال دوتا بچه بود، پدرشون سالها قبل فوت شده بود،
زیر دیوار برای بچه‌های خودش گنجی پنهان کرده بود. این دیوار که در حال خراب شدن بود، بچه‌ها که صغیر بودن، دیوار اگه خراب می‌شد، گنج‌ها نمایان می‌شد و مال اینا به خطر می‌افتاد. مردم مال اینا رو برمی‌داشتن می‌بردن. من خدای من مرا امر کرد دیوار رو ترمیمش کردم تا سالم بمونه، بچه‌ها بزرگ چند بعداً به مال خودشون برسن. حالا خوب توجه کنید، قرآن 3 قصه میگه. اگر شما عینک موسی به چشمتون باشه، اطلاعاتتون به اندازه اطلاعات موسی علیه السلام باشه، از 20 تا کشتی فقط یک کشتی رو مراقبت کنید که سوراخ نشه، این کشتیه که مال مساکین و فقراست. اما اگر شما عینک خضر به چشمتون باشه، اطلاعاتتون به اندازه اطلاعات خضر باشه، اگر بین این 20 کشتی فقط یک کشتی باید سوراخ بشه، همین کشتیه. پس به صراحت آیات قرآن میشه در یه زمان 2 ولی معصوم خدا نسبت به یک فعل کاملا مساوی 2 رفتار کاملا متناقض داشته باشن. نه از اسمت موسی چیزی کم میشه، نه از اسمت خضر چیزی کم میشه، نه از مقام موسی نه از مقام خضر. میشود در یک زمان 2 ولی خدا 2 رفتار کاملا متضاد داشته باشن. اگر قرار بود که از بین فرزندان فرزندی محافظت بشه، این فرزند بود که پدر مادرش مؤمن و مؤمنه بودن، با علم و اطلاعاتی که موسی علیه السلام داشت، با علم و اطلاعاتی که خضر داشت، اگر قرار بود فقط یه بچه کشته بشه، همین بچه بود. 2 رفتار کاملا متناقض. بنابراین اگر امام مجتبی و امام حسین علیه السلام در یک زمان نسبت به یک فعل خاص 2 رفتار کاملا متناقض می داشتن، تازه می شدن مثل خضر و موسی علیه السلام. و این کسی که این اشکال می کنه اصلا آشنا به ادبیات قرآن نیست، فقط ادعا می کنند که قرآن، فقط لقلقه زبونشونه که ما قرآنی هستیم، و الا نه نسبت به فهم قرآن، نه نسبت به ادبیات قرآن، کوچکترین آشنایی که یه قصه خیلی عادی معمولی، ما هنوز وارد جزئیات نشدیم، هنوز تک تک کلمات رو کالبد شکافی نکردیم، هنوز تعویل کلمات رو با پهنه معنایی که در فرهنگ و ادبیات عرب داره نه. من یه قصه رو خیلی عامیانه، کودکانه، دوستانه برای شما گفتم، اون نتیجه لازم رو گرفتم. یعنی اگر به حد اقل توجهی به معنی قرآن توجه کرده بود، کسی که همچین سوالی نمی کرد. حالا برمیگردیم تو فضای خودمون. امام حسن علیه السلام 10 سال و 2 الی 3 ماه در زمان حکومت معاویه به صلحی که کردن، که تازه اسمش هم نمیتونیم صلح بذاریم، عرب ازش به عنوان معاهده یاد میکنه و معاهده ترجمه فارسیش میشه آتش بس، ترجمه فارسیش میشه ترک مخاصمه. به هیچ وجه ما به عنوان شیعه قبول نداریم که امام مجتبی علیه السلام صلح کرده باشه. امام مجتبی علیه السلام ترک مخاصمه فرمودن. شما دوست دارید اسمش بذارید صلح، بذارید، اشکال نداره. همون رفتاری که امام مجتبی طی 10 سال و 2 الی 3 ماه داشتن، امام حسین علیه السلام 10 سال و 7 ماه 8 ماه این رفتار رو داشتن. یعنی یادمون باشه امام مجتبی 10 سال و 2 3 ماه در دوره معاویه زندگی کردن، امام حسین 10 سال و 7 8 ماه 3 4 ماه بیشتر از برادرشون امام حسن علیه السلام در دوره معاویه زندگی کردن. کو قیام امام حسین بر علیه معاویه؟ کو؟ امام حسین با معاویه همون رفتاری رو داشتن که برادرشون امام حسن علیه السلام داشتن. اونچه که اتفاق افتاد به عنوان قیام دوران یزیده. بله اگر امام حسین علیه السلام با معاویه می جنگید یا امام حسن علیه السلام با یزید صلح می کرد، تازه اگر اینجوری می شد، می شد اون رفتاری که خضر و موسی نسبت به یک فعل در یک زمان 2 رفتار متضاد داشتن. اما امام حسن با معاویه یه رفتاری داشت، امام حسین هم با معاویه همون رفتار رو داشت. امام حسن 10 سال و 2 3 ماه، امام حسین 10 سال و 6 7 8 ماه. بنابراین اصلا 2 رفتار متناقض نیست. تازه اگرم متناقض میشد، میشد خضر موسی. هر کسی که این اشکال میکنه، نه به تاریخ آشناست، نه به فرهنگ و ادبیات شیعی، که خب طبیعیه اون با فرهنگ و ادبیات شیعی کاری نداره، نه با فرهنگ و ادبیات قرآنی،
بنابراین محکم بایستید، انشاءالله از آرمانهای تشیع محکم دفاع بکنید. امامان ما علیهم السلام پا گذاشتن جای پایی که قرآن براشون مشخص کرده، رفتارشون کاملا مطابق با رفتاری که انبیاء الهی علیهم السلام به تأیید قرآن انجام داده. با خیال راحت عزیزان من از مبانی شیعیتون به مدد قرآن که در واقع اونچه که هست از قرآن فهم و معرفتش در قلب مبارک ولی خدا از اون روزگاری که در قلب مبارک رسول خدا بود تا قلب مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام و امروز قلب مبارک امام عصر علیه السلام با علم و معرفتی که از این قرآن می آموزید محکم از ادبیات شیعی دفاع کنید. من میخوام بدونم این بغض و کینه‌ای که وهابیت نسبت به شیعیان داره از کجا نشأت میگیره؟ اصلا از کی شروع شده؟ از قدیم بوده یعنی که نه؟ من راستش خواهم بگم جواب شما به این راحتی که شما مطرحش کردین نیست. معمولا یه زاویه آسمانی داره، ما قضایا رو با یه عنایت آسمانی میبینیم، با یه عنایت زمینی میبینیم. این که به هر حال هیچ مبغض امیرالمؤمنین نیست مگر اینکه نطفه او نطفه ناپاک، اما اینجوری هم نیست که اگر هر کی نطفش ناپاک شد الا بلابد به دشمنی با امیرالمؤمنین بپردازه، نه اینجوری نیست. مثلا ما تو روایاتمون هم داریم کسی که ولد و زناست، میل شدید به زنا داره، او در واقع بخواد خودشو کنترل بکنه از اینکه به زنا مبتلا نشه سخت‌تر، البته اجرش هم بیشتره. باز تو روایات داریم خوشبختانه دانش بشری امروز هم ثابتش کرده که کسی که در دوره حمل مادرش مشروب نوشیده، الکلی بوده، تمایل شدید به الکل داره، او وقتی در مواجهه با شراب قرار میگیره یه جورایی تمایلش چندین برابر آدمای معمولی. البته هر دفعه که خودش رو محافظت بکنه و به دامن شرابخوارگی نغلته اجرش بیشتره تا اینکه از خویش این زائل بشه. پس اینکه اگر مادری در دوره بارداری خدای نکرده مواد مخدر مصرف کنه، عرض کردم دیگه دانش بشری امروز، انواع دانش‌های بشری، چه روانشناسی، چه دانش پزشکی، دانش ژنتیک، همه اینا دیگه ثابت کردن از هر من شمسه که اگر مادری در دوره بارداری مواد مخدر مصرف کنه، بچهش تمایل شدید به مخدرها پیدا میکنه. اگر مادری در دوره باردارش مشروب مصرف کنه، بچهش به شدت میل به مشروب پیدا میکنه. اگر مادری در دوره بارداریش بترسه، بچهش یه ترس در ضمیر ناخودآگاهش پیش میاد. پس یه اتفاقاتی هست که مربوط به پیشینه ولادت آدم ها. این داشته باشیم. خب روایات ما گفتن که کسی که ولد و زناست، از این بعد بگیم روایات ما گفتن که دشمن علی ابن ابی طالب از تیم ولد و زنا هست. خود اهل تسنن هم فراوون تو این زمینه روایت داره، فراوون ها، یکی دوتا اینا نیست، فراوون. این قضیه آسمانیش که حالا چه اتفاقی میفته واقعا خودش بنزه یک ساعت بحث میخواد که ما فارغ از در واقع خدای نکرده بخوایم اختلاف افکنیه بین شیعه و سنی، نه ما اصلا ما بحثمون دشمنان امیرالمؤمنین هست. بسیاری از عزیزان اهل سنت ارادتمندان به اهل بیت هستن، ارادتمندان به امیرالمومنین، بسیاری از حقیقت جویان اهل تسنن، بسیاری از اهل علم اهل تسنن، بسیاری از افرادی که خودشونو آلوده به خصومت با اهل بیت رسول خدا نکردن عاشقین اهل بیتن. این جمع 18-20 میلیونی وهابیا که به دشمنی خو گرفتن بذاریم کنار، ما این وقتی که داریم میگیم دشمنای اهل بیت منظورمون این طیفن، این طیف رو هدف گرفتیم، و الا نزدیک 1 میلیارد اهل تسنن نوعا شیفته اهل بیت، عاشق اهل بیت، بعضن میگن ما اصلا سنی 12 امامی هستیم. ما با اونها هیچ بحث در واقع این که بخوایم خدای نکرده اسم اونها رو دشمن اهل بیت بذاریم اصلا نیست. دشمنی اهل بیت سر از ولادت ناپاک در میاره.
یا علی لا یحب که الا مؤمن ولا یبغض که الا ولد الزنا، بغض داشته باشه. نوعا اینا محبت هم داره. پس اول معلوم باشه طیف سخن همین جمع 18 20 میلیون نفری هستن که امروزه به عنوان وهابی سلفی به این عنوان میشناسیم. اما ریشه تاریخی خود اینا خیلی مهمه که شما بدونید. ببینید شام سه تا فرمانده رو خلیفه دوم گسیل داد به سوی شام که شام رو فتح کنن. فرمانده لشکر اول شکست خورد، لشکر دوم شکست خورد، نهایتا یزید ابن ابی سفیان شام رو فتح کرد. شاید یکی دو سال بیشتر امارت بر شام نداشت که از دنیا رفت. برادرش معاویه والی شام شد. خود اصل ایمان آوردن شامیان به دست یکی از اولاد ابی سفیانه، بعدن هم که ولایت بر شام مطرح شد به دست دیگریه که مشهورند به دشمنی با علی بن ابی طالب. این سخن جای تأمل داره که وقتی امیرالمؤمنین خبر شهادتشون به شام میرسه و میگن تو مسجد ضربه خورده، میگن که علی با مسجد چی کار داشت؟ مگه نمازم میخونده که رفته تو مسجد؟ این طیف دشمنی از همون روزگار شروع شد. جالبه بدونیم که هیچ دغدغه‌ای نه در نشر معارف اسلامی نه در نشر فرهنگ اسلامی توسط معاویه به خرج داده نشد. مسجدی که ابتداعا کلیسا بود بعدن شد مسجد جامع اموی، در تمام طول دوران خلافت خلیفه دوم که شام فتح شده بود، خلیفه سوم که نزدیک 13 سال بود، امیرالمؤمنین علیه السلام که نزدیک 5 سال بود، خود معاویه علیه لعنت و العذاب که نزدیک 20 خورده ای سال بود، یعنی این طیف رو ببینید نزدیک 40 و 56 سال، نزدیک 50 سال میشه، و تا میرسه به دوره سال 61 هجری که شهادت امام حسین علیه السلامه. شما توی روایات میخونید که وقتی قافله شهدای کربلا رو، اسرای کربلا رو وقتی که وارد مسجد اموی کردن، عده‌ای از مسیحی‌ها اونجا بودن. من بلا تشبیه اگه بخوام بگم مسجد اموی رو اگر یه همچین مستطیلی فرض کنید، از زمان خود معاویه دستور داده شد از وسط نصفش کردن. این نصف مال مسیحی‌ها بود، نصف مال مسلمان‌ها. مسیحی‌ها در اون تیکه خودشون عبادات مسیحی خودشون انجام میدادن. وقتی که قافله امام حسین رفتن، اون شخص مسیحی اومد به یزید گفت اوف بر تو، توف بر تو و بر دین تو، من با 17 واسطه میرسم به عیسی علیه السلام، این مسیحی ها میان آب وضوی منو به عنوان تبرک میبرن، تو پسر دختر پیغمبر تو کشتی، بعد اینجا جشن میگیری و یزید دستور کشتنش. این هم تو تیکه مسیحی ها بود، یعنی مسیحی ها تو تیکه خودشون به اعمال عبادی خودشون مشغول بودن، مسلمان ها تو تیکه خودشون به اعمال عبادی خودشون. هیچ دغدغه‌ای نبود که از این که بخوان این مسیحی‌ها رو مسلمان کنن، هیچی. اصلا دانش کلام که در اومد از همینجا در اومد. لذا شام توسط معاویه فتح شد که اصلا و ابدا هیچ انگیزه‌ای برای این که مردم شام رو به اسلام دعوت کنه وجود نداشت. صراحت داره بیاناتی که دانشمندان علوم تاریخ و دانشمندان علوم حدیث اهل سنت نوشتن که معاویه نه یه بار دو بار، چندین بار مشاهده شد که معاویه اونگاه که صدای اذان بلند می شد، وقتی که می رسید به اون تیکه اشهد و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، معاویه با خشمگینی می گفت به خدا قسم از پا نمی نشینم تا این اسم رو از مناره ها پایین بکشم. کدوم اسمو؟ اسم وجود مقدس محمد صلی الله علیه و آله و سلم. معاویه که خودش خلیفه میدونه میگه من تمام تلاشمو میکنم، از پا نمی نشینم، یه روزم از عمرم باقی مونده باشه، این همت اولیه و اصلی منه که این اسمو بکشمش پایین. خب شام این شکلی مسلمون شده. در طول تاریخ هم از ابتدا، شما ابن تیمیه مال حرانه، حران نزدیک دمشقه، ابن تیمیه‌ای که سرسلسله وهابیای امروزه مال حران نزدیک دمشقه. از روزی که اینا در واقع مسلمون شدن، مسلمون‌هایی شدن به شدت بغض آلود نسبت به علی و آل علی علیهم صلوات الله اجمعین. از اون طرف رحمت و رضوان خدا، بلکه سلام خدا بر شخصیت‌هایی مثل ابوذر که وقتی تبعید شدن به شام در همین جبل آمول که امروز اسم زن، در همین ناحیه لبنان فعلی هسته هایی از عشق اهل بیت کاشتن. لذا در طول تاریخ ما یه طرف داریم هسته هایی که توسط امثال ابوذر
عاشقانه نسبت به اهل بیت تربیت شدن. متاسفانه هسته هایی هم داریم که در کمال ناجوانمردی و در کمال دوری از اسلام و فرهنگ اسلام و ادبیات قرآنی، مثل اونچه که امروز عرض کردیم براتون مطرح کردن دیگه، آدمی که یه دفعه قرآن رو با دقت خونده باشه، یک دفعه در عمرش خونده باشه، همچه سوالی براش مطرح نمیشه. این دو سویه فرهنگ تا همین امروز بوده. یعنی شما الان میبینید جنگی که در سوریه هست، یه طرفش متاسفانه سلفی ها و وهابی ها و یک طرفش علوی هایی که ریشه و قدمت بیش از 700 سال 800 سال دارند. بنابراین رضا جان، پیشینش برمیگرده به پیشینه اون خلیفه قاسبی که ظالمانه تکیه زد بر جایگاه خلیفه به حق رسول خدا. وقتی که شام فتح شد پرچم رو داد به دست یزید پسر ابو سفیان، بعد از اونم حکومت رو داد به دست معاویه پسر ابو سفیان، و اونها اون سرزمین رو هسته هایی از کینه و نفرت و بغض نسبت به اهل بیت عصمت کاشتن. پیشینش به اونجا برمیگرد. خب اینا با این وحشیگری و جنایاتی که دارن انجام میدن چیو میخوان ثابت کنن؟ چه چیزی شیعه داره که انقدر ازش میترسن و این همه جنایات رو بدون ترس و واهمه انجام میدن؟ آخه این بچه ها چه خطری واسه شون دارن که اینطور سرشون رو میبرن؟ اصلا یعنی چی واقعا؟ پیشنهاد میکنم که دوستان حتما به عنوان یه کار جمعی، یه کار مطالعاتی جمعی، کتابای فوکویاما رو بخونن. فوکویاما یک دانشمند برجسته ژاپنی به دنیا آمده در امریکاست که حدود 7-8 سال هم تو دنیا حسابی صدا کرد، حسابی تئوری داد به عنوان تئوری پایان تاریخ. به هر حال یه شخصیتیه که تقریبا تمام آکادمی‌های علمی دنیا او رو دعوت کردن به سخنرانی. عرض کردم راجع به پایان تاریخ بحث‌های دل میگه تاریخ دیگه، لیبرال دموکراسی پایان تاریخه، اینجا بهترین نقطه زندگی بشریه. خب تئوریش هم عرض کردم خیلی سر صدا کرد. فوکویاما توی انستیتوی مربوط به اسمش خاطرم نمیاد، هر چی تلاش میکنم، اما برای تو اسرائیل انستیتوی شیعه شناسی دارن یهودیا، اونجا یک بیانی داره که از یک طرف باعث افتخار من و شما بچه شیعه هاست، از یک طرف یک زنگ خطر بزرگ برای من و شما بچه شیعه هاست. اونجایی که به هر حال یهودیا تو اسرائیل، تو قلب اسرائیل، تو تل آویو، تو یک آکادمی علمی یک همایش برگزار کردن راجع به شیعه و تشیع. دعوت شده به اون همایش نفر اول تئوری علمی اجتماعی یا مثلا بگیم روانشناختی اجتماعی کل فعلا کره زمینه به اسم فرانسیسکو فوکویاما. آقای فوکویاما اونجا یه مقاله داره میگه که شیعه شکست ناپذیره، شیعه رو نمیتونید حریفش بشید تا دو تا بال داره، یه بال مهدویت، امید به یه منجی که هر لحظه میشه باهاش ارتباط برقرار کرد، و او همواره به چشمهای خدایی شما رو میبینه، با قلبی پر از مهر خدایی به شما مهربانی میورزه، و با قدرتی که به خدا با قدرتی که خدا بهش داده هر غیر ممکنی رو برای شما ممکن میکنه. شیعه وقتی یه همچین پشتوانه قدرتی و جایگاه پشتیبانی داره، یه بالش، بال دوم خط سرخی که از شهادت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام گرفته. شیعه تا حسین و مهدی رو داره هیچ کارش نمیشه کرد، حریفش نمیشه شد. حتی اگر تو دنیا 5 تا بچه شیعه باقی بمونه، 5 تا، همین 5 تا وقتی یه بال دارن به نام مهدی، یه بال دارن به نام حسین، پرواز میکنن به سوی بیکرانه های از افق بشری. بنابراین شما میبینید مثلا شما تو پاکستان، تو لبنان، تو هند، تو افغانستان، تا حالا شنیدید که یه کتابخونه از شیعیان منفجر بکنن؟ نه. اما تا دلتون بخواد به دستجات عزاداری سید الشهدا حمله کردن، بمب به خودش میبنده، میاد دستجات عزاداری رو هدف قرار میده. این دو چیز شیعه اینو داره که حتی یه بچه شیعه خردسال 2 ساله 3 ساله، چون یه قلب
قلبی داره پر از عشق مهدی و پر از عشق حسین، این خطرناکه. این هر یه دونش هم باقی بمونه، یه دونش باقی بمونه، فوکویاما خوب فهمیده، یه دونش باقی بمونه دنیا رو به هم میریزه، میتونه به هم بریزه، میتونه پر از عشق کنه همه دنیا رو نسبت به ساحت مقدس سیدالشهدا و ساحت مقدس حجت ابن الحسن. بنابراین اون چه که دارید رو تقویت کنید تا میتونید هر جا که نشستید به محبت مولاتون سید الشهدا و به محبت مولاتون وجود مقدس امام عصر علیه السلام نفس بزنید، که شیعه اینو داره. اگه همه دنیا از یه دونه بچه شیعه بترسن حق دارن. فوکویاما خوب فهمیده. خیلی ممنونم، واقعا این دفعه هم استفاده کردیم. جناب آقای قلیان، از شما میخوام که به عنوان حرف پایانی یه هدیه در این ایام میلاد به ما بدید، یه نکته از زندگی امام حسن رو برام بیان کنید. از زندگی امام مجتبی علیه السلام، اونی که حالا خیلی نقل شده، اینه که حضرت سه مرتبه هر آنچه که تو زندگیشون داشتن رو در راه خدا بخشیدن. به یک گزارش تاریخی، یه مرتبه‌ش رو هر آنچه که تو زندگیشون داشتن در راه خدا بخشیدن، و دو مرتبه دیگه‌ش رو هر آنچه که داشتن رو نصف کردن. یعنی حتی اگه دو جفت کفش داشتن، یه جفت نو بود یه جفت استفاده کرده بودن، چون اون وقت مثل الان لنگه چپ و راست نداشت کفشا، مثل در واقع دمپایی های لاانگشتی. الان گزارشاتی که هست اینه که کفش چوب یا چوبای نرمی بود یا چرم های سفتی بود، بعد یه چیزی بینش داشت که مثل عرض کردم دمپایی لاانگشتی های الان میمونه، و این بود که چپ و راست نداشت. حضرت از اون لنگه نو یه دونه، از اون لنگه کار کرده یه دونه، هر آنچه که تو زندگیشون بود در راه خدا نصف کردن. این کرامت، این گونه بخشیدن، مطمئن باشید عزیزان من، مطمئن باشید امام مجتبی علیه السلام بسیار بیشتر از این که این دغدغه رو داشته باشن که کفششون رو با کسی نصف کنن، این دغدغه رو دارن که از علوم و معارفشون به مردمان بچشونن، از اونی که سعادتمند میکنه آدما رو از اون بچشونن. اهل بیت ما علیهم السلام فرمودن که هر چی میخواین از ما بپرسین، هر چی دوست دارین از ما بپرسین، بعد که جواب دادیم بگین این کجای قرآنه تا ما بهتون بگیم. پس یک، هیچ سوالی نیست که پاسخ نداشته باشه، همه سوالامون هم از قرآن جواب میدیم، بعدم بپرسین بگین کجا تا بهتون جواب بدیم. ما در دورانی زندگی میکنیم که امام ما امام عصر علیه السلام است، به خصوص ایام ماه مبارک، ایامیه که انس ما با قرآن خیلی بیشتر از ایام دیگه است. انشالله یادمون میمونه که هر وقت خواستیم قرآن بخونیم، همینطور قرآنی که باز کردیم میخواییم بخونیم، بگیم یا صاحب الزمان، علوم و معارف این قرآن نزد شماست، آقا به من اجازه بدید قرآن بخونم و از حلاوت این قرآن بر من بچشونید. لحظه لحظه‌ای که آیات رو می‌خونید یادتون باشه ملکوت این قرآن، فهم این قرآن، علم این قرآن به صراحت روایاتی که حتی اهل سنت هم نقل کردن در سینه پیغمبر بود، و پیغمبر بعد از شهادتشون اون رو در سینه وجود مقدس امیرالمؤمنین و از اون پس در سینه ائمه علیهم السلام تا امروز در سینه مبارک امام عصر علیه السلام است. ما اگر قرآن می‌خونیم علومش و معارفش نزد اون حضرته، از اون حضرت اجازه بخوایم که ما رو با علوم و معارف قرآن آشنا کنن. بهترین وقتش همین ایام ماه مبارکه، بگین آقا من میخوام قرآن بخونم، همه ی علم قرآن نزد شماست، من رو هم بهره بدید، من رو هم راه بدید به حریم قرآن. به احترام عموجانتون حضرت امام مجتبی علیه السلام که در بذل و بخشش بی نظیر بودن، مال که ارزشی نداره، به قطع یقین عموجان شما در بذل علم حریص‌تر بودن تا بذل مال. ما می‌خواهیم انشاءالله از اون سهمیه ویژه امام مجتبی علیه السلام از ساحت مقدس امام عصر علیه السلام به همه ما عنایت بشه. بنده روسیا هم به دعای شما یه همچین امیدی دارم انشاءالله. بنده از طرف خودم و دوستانم این میلاد رو به شما باز هم تبریک عرض می‌کنم. خیلی ممنونم از صحبت‌های شما، بیانات شما استفاده کافی رو بردیم. دستتون درد نکنه یا علی. خداحافظ. خداحافظ همتون باشه انشاءالله. خب بچه خداحافظ. خداحافظ همه جون، خوش باشی. امیر جون خداحافظ.
امیر جان این دفعه مثل دفعه قبل استفاده کردیم. خداحافظ.